یه نفر از زندان زنگ زد، یه نیم ساعت پیش، مثل کس از همبندی های سوهل بود تو همون قرنطینه. گفت مادر جون به داد سوهل برسی، دارن این به اسمه که میبرنش بیمارستان، دارن میفرستنش تیمارستان، میبرن بیمارستان روانی، قرصایی بهش میدن، خیلی خطرناکه، ما نمیذاریم بخوره، ولی معلوم نیست اونجا چه بلایی دارن سرش میارن، آمپولی میزنن، قرصی بهش میدن، چی کارش دارن میکنن خدا بهتر میدونه، فقط تو رو خدا به دادش برسی، میخوام ببرن یه کاری کنن که دیوونشه، ببرنش امین آباد. هی میبرن بیمارستان روانی که اونا اوکیشو بدن، اینا میفرستنش امین آباد. اگه بفرستن اونجا ممکنه آمپولایی بهش بزنن که یا حافظهش رو از دست بده یا دیوونه بشه. تو رو خدا یه کاری بکن مادر جون، التماس میکرد بنده خدا، میگفت سوهیل اینجا سالی اجازه نداره حرف بزنه، نمیتونه تلفن بزنه، از من خواهش کرد شماره شما رو به من داد، گفت فقط اینو به تو خیلی هم سریع و کوتاه تون تون به من خبر رو گفت، گفت فقط سوهیل اینجاست بهش پیغامی چیزی براش نده. گفتم بگو مامان تو رو خدا هر چی بهت دادم، میگفت حتی بهش گفتیم حتی اگه فوش ناموسی هم دادن، هر بلایی سرت آوردن اصلا هیچی نگو، ساکت ساکت. گفتم آره مامان دست درد نکنه، بهش بگو مامان. گفت اصلا هیچی نگو، منم جلو چش تیکه تیکه کردن حرف نزن، تو رو خدا نذار ببرنت بیمارستان روانی، نبرنت امین آباد، ببرن دیگه کار تمومه. حالا دیگه خدا میدونه صبح برم ببینم میتونم یه اجازه ملاقات بگیرم. گفت ممنون، ملاقات اجازه نمیدن شما ببینینش، در حالی که اون هفته مداحیان گفت نه مشکلی نیست، شما هر وقت بخوای میتونی بری ببینیش، ولی اجازه نمیدن من برم ببینمش. گفت ممنون، ملاقات اجازه نداری، ولی برو هر کاری میتونی انجام بده، لاغل ترارسه. میگفت اینه که خواهش میکنم کمکم کنی.